سعید و دوستش بهادر دانشجوی دانشگاه پزشکی هستند. اونا با هم تصمیم میگیرن که به یک مؤسسه کرایه اتومبیل مراجعه کنن و یک اتومبیل پورشه لوکس رو به مدت 24 ساعت در اختیار بگیرن و کمی خوش بگذرونن. آقای مانی زراعتی صاحب مؤسسه کرایه اتومبیله که به اون مراجعه میکنن. هنوز چند ساعت از تحویل ماشین نگذشته که پورشه اونا رو وسط جاده جا میگذاره. آقای مانی زراعتی هم چک 200 میلیونی رو تا زمان پرداخت خسارت نزد خودش نگه می‌داره. سعید و بهادر معتقدن ماشین از ابتدا خراب بوده و حالا از دادگاه درخواست استرداد چک رو دارن. قیام کنید. سلام آقا. سلام. حالتون خوبه؟ حال من خوبه. بفرمایید. خب چی اسم شما؟ سعیدم، سعید شیخی آقای قاضی. شما هم که آقای بهادر رحیمی؟ بله آقای قاضی، سلام. سلام. چرا عصبانی؟ عصبانی نباشم آقای قاضی، سه ما معطل این آقایین، کارمون لنگشه. شما ماشین اجاره میدین؟ بله آقای قاضی. آقای مانی زراعتی؟ بله خودم هستم. نمایشگاه داری؟ بله. من توی تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، شعبه داری. چند تا شعبه نمایشگاه دارم. چند ساله؟ خیلی ساله. نزدیک به 12 سال میشه. خیلی خوب. بعد دفتر دارین که یا تو همون نمایشگاه این کارو می‌کنی؟ نه تو خود نمایشگاه. هر کی حضوری بیاد ما کاراشو انجام میدیم، ماشین بهش کرایه میدیم. تو همه شهرهایی که شعبه داری. من دارم صحبت. ماشین اجاره داده بودین؟ بله. خب بعد چه مشکلی پیش اومده بود؟ من 7 اردیبهشت ماه یه دستگاه پورش به اینا کرایه دادم. خب. ماشینو بردن، زنگ زدن گفتن روشن نمیشه. ماشین خاموش شده. مشکلش چی بود؟ خسارت زدن به ماشین و الانم میگن خسارتو نمیدیم. مشکلش این بود که آقای قاضی پمپ بنزین سوخته بود. بعد خودتون درست کردین؟ بله بله. قطعش هم خودت یعنی دادین؟ درست که در از تعویض کردیم قطعشو دیگه. اصلا قابل تعمیر نبود. ما مجبور شدیم بردیم قطعشو. از دبی. اینجا سفارش دادین از اونجا براتون فرستادن. آره. بعد تو این مدت ماشین رو کی تعمیر کردی؟ ببینید در حقیقت 2 هفته پیش به ما رسید این قطعه. آها، 2 هفته پیش. یعنی تو این مدت ماشین خوابیده بوده پس. 3 ماه تموم خوابیده بود آقای قاضی. واسه عملاً کارم نکردی. روزی چقدر اجاره؟ روزی 10 تومن من کرایه میدادم این ماشینو. خب 3 ماه خوابید. این 3 ماه اصلا ماشین تکون نخورد. 3 ماه تکون نخورد. شما اگه حساب بکنید الان اینا باید پول یه پورشه کامل به من بدن. بعد اومدن از من شکایت کردن. حرفش منطقیه. اجازه میدین ما هم حرفمون رو بزنیم آقای قاضی؟ آره حتما. اصلا اومدی اینجا که صحبت بکنی منم بشنوم دیگه. خیلی ممنونم. بگو. ببینین آقای قاضی ما یه ماشین از ایشون کرایه کردیم برای 24 ساعت. 7 8 ساعت هم بیشتر دست ما نبود. یعنی دیگه بعدش اصلا روشن نشد. ما هم رفته بودیم سمت فشم و آشکارچال اون طرفات. بعد از اینکه کل تهران حدوداً
دور زدیم. رفتیم اون طرفی پارک کردیم بریم یه آبی بخوریم، یه غذایی بخوریم، عذرخواهی می‌کنم یه دستشویی بریم. خواستیم راه بیفتیم دیدیم ماشین روشن نمیشه. فکر کنیم ماشین ماشین خراب شده. زنگ زدیم ایشون اومد بالا سر ماشین. خیلی عذرخواهی می‌کنم. واقعا ببخشید. کلی بدبیرا به من و رفیقم بهادر گفتش که نمی‌دونم شما دو تا اصلا جاش نیست اینجا من توی دادگاه. گفت شما دو تا فلان فلان شده ماشین رو چیکار کردین و برین سوار فرغون بشین. تعریف می‌کنه. فرغون چیه؟ تو باید پشت ماشین لباسشویی بشینی. آدم پشت فرغون یه نشینه برای خود شما اینجوری صحبت می‌کنه. زنگ زدی میگی ماشینی که زنگ خودم بردمو خراب کردم بیا تحویل بگیر. توقع داری چجوری باید برخورد بکنم؟ آقای یه بوست هم بکنم تشکر کنم. یه دونه بلد نیست با یه آدم محترمانه صحبت کنی. توقع نش باش کسی باید محترم صحبت کنه. من آدم محترمی نمیبینم که باش محترم باشی. تو اگه محترم بودی مسئولیت کارت رو قبول کردی. اینجا دادگاه نبود که جواد یه جور دیگه میدادم. آقای قاضی داره تهدید میکنه. الان داره منو تهدید میکنه. خلاص مشکل چیه؟ خب بگو. سرتون رو درد نمیارم آقای قاضی. ایشون بعد از اینکه اومد اون حرفا رو زد ما هم راستش ترسیده بودیم. اصلا لال شده بودیم. سری زنگ زدش به جرثقیل اومدن ماشین رو بردن نمایشگاه. گفتن فردا باشیم میای نمایشگاه. دارم حرف میزنم آقای زراعتی. ماشین رو بعد رو پولم میذاشتن میبردن. ما رفتیم فرداش نمایشگاه. گفت یا باید خسارت ماشین رو بدین یا چکتون میمونه پیش من. چک چه ضمانت داده بودیم؟ بله 200 میلیون تومان چک ضمانت بهشون داده بودیم با 10 تومان هم هزینه اجاره ماشین. روزی 10 میلیون تومان؟ بله دیگه 24 ساعت کردن 10 قوانین واریز کردن. دانشجویم پزشکی. 10 میلیون داریم واقعا روزی 10 میلیون دیگه کار کردیم خرد خرد جمع کردیم. دیگه وقتی دلشون میخواد ماشین رو ببرن دور دور و چهار تا دونه عکس لاکچری بندازن و اینا. آخه ببین من هر کاری با اون ماشین کردم به تو چه رفتی؟ خسارتشو نکردم. اصلا من دوست دارم ماشین رو پارک کنم بذارم دم در خونمون. دوست دارم باش عکس. آخه به تو چه رفتی؟ من دوست دارم خسارت ماشینم رو بگیرم. تو پول خوردن نداشتی که همین آدما هستن که تو میتونی پول در بیاری. خسارت نمیگیری داری خسارت ماشین بده. آقا هیچ ماشین هیچ مشکلی نداشه. ایشون ماشین خراب تحویل دادن. حالا میگم ما خسارت هم زدیم. اصلا ما از این مدل ماشین سر در نمی آوردیم. تو چه سر در نمیاری؟ خب بیجا میکنیم این ماشین کرایه میکنیم. بیجا میکنیم. قیمت ماشین چه انداختی؟ تو لطفا کن مگر یه جوری دیگه با صحبت میکنم. آقای قاضی. آقای آسترکی. عجب. آقای آسترکی. بلاجی. یه زحمت بکش سه تا چوب بردار بیار برای متهم و شاکیام. بلاجی. یعنی چی؟ اینجوری با هم راحت‌تر صحبت می‌کنین دیگه؟ عذرخواهی می‌کنم. آخه عصبی می‌کنن آدمو. برادر من مگه اینجا خیابونه؟ بابا اینجا دادگاهه. الفاظ اینجا فرق می‌کنه با جای دیگه. آقای قاضی اومدن ماشین دعواتونو برین با هم بیرون بکنین. بعد بیاین اینجا. اصلا که تو تمثیل می‌دونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی یا نه؟ آجی با این دست شما چی کار میکنه؟ آجی منو متهم با پیش شما چی کار میکنه؟ من پرونده قبلی ماشینش اینو من کشف و ضبط کردم. کی به شما اجازه رو داده بود؟ میگه تو پلیس آگاهی هستی؟ برو بیرون. عجبی کسی ندم اینا. برو بیرون آقای آسترکی. برو بیرون. آقای قاضی من معذرت میخوام اگه خاطرتون مکدر شد. ببخشید. ما عذرخواهی میکنیم. لا اله الا الله. قرارداد بستید با این آقا؟ بله. بله. امضا خوندید و امضا کردید؟ بله. دروغ چرا؟ سرسرکی خوندیم. تو متن قرارداد این آقا اومده شما دو نفر پیاده باید تشریف ببرید دوشاخ آفریقا. آقای قاضی کی وسط نمایشگاه موقع اجاره دادن ماشین یه همچین قراردادی میذاره که درست ما آدم به رو امضا کردیم ولی همچین چیزی که نیستش دیگه تو قرارداد که قایقه بود چیکار می‌خوای بکنی؟ میمدن شکایت می‌کردن از من. یه بندی ایشون گذاشته. بیا آقای بله بند هفته خودت بیا اینجا. اینجا اینو با صدای بلند برای این آقایون بخون که متوجه بشن. ببخشید با اجازهتون. اون موقع که نخوندی حداقل الانم نخوندی درسته؟ الان که اومدی دادگاه خوندی بندو؟ به خدا اگه خونده باشی سرسرکی بازم دیگه دروغ چرا؟ سرسرکی بخون آقا براش. طبق بند هفتم قرارداد ماشین در سلامت کامل ظاهری و فنی تحویل مشتری داده شده. همونطور که ملاحظه می‌کنیدم هر دوی این آقایون اینجا رو امضا کردن انگشتن. به خودشون هم نشون بده.
امضا تو که دیگه بلدی. داستان صحبت میکنی. بذار اینجا. امضای خودت هم بلدی. آقای اجازه دارم یه موضوعی بگم؟ اجازه هست؟ چجوری راه میدم دانشگاه شما؟ درست من امضا کردم. اثر انگشتم هم زدم. آقای قاضی ایشون اومد یه ماشین جلوی من گذاشت. درست. ظاهر تمیز، خوشگل، بدون خط، همه چی سالم. باطنش من از کجا بدونم؟ مگه من مکانیکم؟ مگه من باید برم در کاپوتو باز کنم؟ خب دونه دونه چک کنم ببینم کدوم سگ بود؟ می‌خواستم مکانیک برداری بیارم با آقای قاضی صحبت می‌کنم. یعنی چی من مکانیک نیستم؟ آقا من از کجا بدونم؟ باطنشو که دیگه نمی‌تونم تشخیص بدم. آقای قاضی ما همین الانش هم میگیم ماشین سالم بوده. اصلا خراب نشده که ما بخوایم خسارتی بدیم. ماشین خود به خود خراب شده. دلیل میتونی بیاری برای این حرفت؟ یعنی اگه ایشون خود به خود میگه ماشینش خراب بوده. خب من دارم میگم اصلا نه با دلیل با من حرف بزن بابا جان. اجازه است؟ اجازه برای چی؟ برای اینکه برای من دلیل بیاری یا باز بخوای اطاله کلام بکنی همجوری حرف خودتو بزنی؟ به نظرم دلیل. آخه بگو. آقای قاضی، آقای زراعتی که تنها کسی نیستن که توی تهران دارن این کارو انجام میدن، درسته؟ خیر. آدمای دیگه هم هستن دیگه. 100%. من و سعید رفتیم از چند تا از آدمایی که تو صنف ایشون هستن کار میکنن رفتیم مشکل رو توضیح دادیم، خواستیم بپرسیم ببینیم داستان چیه، یکی یه راهنمایی به ما بکنه چیکار میتونیم انجام بدیم. تا رسیدیم پیش دو سه نفرشون، مثلا گفتیم آقا ما رفتیم از مؤسسه آقای زراعتی ماشین کرایه کردیم، اسم ایشون رو شنیدن، همه که شروع کردن گفتن اوه 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 پیش چه کسی رفتی، اصلا ایشون بین خود ما وضعش معلومه. اصلا آقا دارم با آقای قاضی دارم با آقای قاضی داری تهمت میزنی، همکار من بیجا کرده با تو، زنگ بزن تو همکار بیاد اینجا ببینم کی جرأت کرده راجع من اینجوری صحبت کنه. اجازه بدید من جوابشو بدم. داری تهمت میزنی، زنگ بزن همکار من بیاد ببینم. آقای قاضی سلام بدونن تموم صنف خرابه ولی جلوی تو زنگ نمیزنم. من شکایت دارم آقای قاضی. آقای قاضی از همین حرفی که داری میکنه من شکایت دارم. داره اتهام میزنه. 12 سال سابقه منو داری میبری زیر سوال. آقای قاضی دقت بکنید، سابقت خرابه دارم میگم. سابقه من خرابه پیش همه هم تو که واسه 4 تا دونه عکس اومدی ماشین کرایه کردی، معلوم نیست کدوم بدبختی رو می‌خواستی. من به هر دلیلی که دلم خواست انجام دادم. به تو چه رفتی؟ کلاهبرداری نیست آقای قاضی. ببینید دارن تهمت میزنن، اتهام داره میزنن. این بار سومه که داره میگه کلاهبردار به من. بار چندومه که تو این کلی بشمرم؟ بار پنجم یا ششم بود؟ از لحظه که رسیدی داری میگی همکار تو مده گفت که فلانی میسر میگم همکار تو اون دور کردی بشمرم؟ همکار مگه الان شاهد حساب نمیشه؟ بعد بیا بشینش اینجا. اصلا تو برو بگو همکار بیاد. اجازه است من بقیه‌اشو توضیح بدم. یه مورد دیگه هم هست. من معذرت میخوام آقای قاضی. اجازه هست؟ موضوع خیلی مهمیه، باور کنید. چشم. چند بار بده اجازه دارم حرف بزنی؟ الان اجازه هست؟ بس بگم. بگو. آقای قاضی من که داشتم برای شما توضیح میدم ایشون پرید بین حرف من. این بار که من دیگه مقصر نبودم که. شما اجازه دادیم منم داشتم توضیح میدادم. بفرمایید. یه مورد دیگه هم هستش. از خود آدمایی که تو این صنف کار میکنن پرسیدم. اینو چه گفت؟ من میخوام در جریان باشین، خود ایشون هم در جریان باشه. آقای قاضی برگشتن گفتن اصلا این مدل ماشین‌ها میشه از راه دور خاموشش کرد. به احتمال زیاد دارن از شما پول از میکنن. راه دور برادر من یعنی از چند کیلومتر برتر، یعنی ایشون دنبال شما راه افتاده شما رو تعقیب کرده. خود سیستم میشه خاموش کرد. چیزی که من شنیدم اونم. اگه سوال دیگه ای از همکارای من نپرسیدی من جوابتو بدم. چه عجب این ما رو نپریدی وسط حرفمون. خیلی نمیدونم شما خبرنگاری چیکاره، فقط میری میگی سوال کردم جواب دادم. خیلی خب الان صحبتت تموم شد؟ بله. بله. ادلتون همین بود؟ دیگه چیزی که تمام ادله شما بود دیگه، درسته؟ ما دیگه روک و پوسکنده صادقانه هر چی بود و گفتیم. خب خسته نباشین واقعا. به خدا. قبول داری؟ بله. ها؟ بله. حالا که فقط وقت ما رو گرفتن یه روز از کار زندگی انداختن واقعا. خب بسم الله بریم سراغ شما. شما قصه رو تعریف کن. من که خدمتتون گفتم آقای قاضی. خب ماشین رو زدن خراب کردن، 30 میلیون هزینه شده، 30 تومن منو بدن چکشون رو برمیگردونن برن رد کارشون. 30 تومن هزینه چی شده اون وقت؟ تعمیر ماشین که دوباره به حالت اولش برگرده. نه یه توضیحی بده دیگه. ببینید آقای قاضی من باید یه قطعه رو عوض می‌کردم. چی بوده قطعه؟ پمپ بنزین. خب 20 میلیون تومان هزینه اون قطعه شد. چقدر؟ 20 میلیون تومان. خب فاکتور داری؟ جان فا...
فاکتور داری؟ فاکتور از چی؟ به نظرت از چی؟ فاکتور قطعه منظورتونه؟ آره، فاکتور قطعه. نه. چرا نداری؟ قطعه فاکتور نداره آقای قاضی. مگه نگفتی از دبی از کمپانی گرفتی؟ نه، از دست خریدم من اونجا. یعنی شما گفتی من ثبت سفارش کردم برام فرستادن. آره سفارش داده بودم. خب. ولی از خود کمپانی نگرفتم. دیگه از کی گرفتی؟ از دلال. دلال کی؟ آقای قاضی الان با این وضع تحریما و اینا جنس دست اول ما نمیتونیم بگیریم. مثلا نمیذارن وارد بشه. من جنس دست دوم گرفتم، استوک. استوک هم که دیگه فاکتور نداره. خب همین که به دستمون میرسونم بعد خدامون رو شکر کن. بعد دادی تعمیرکار برای تعویض کرد. دادم تعمیرکار برام تعویض. ببین بابا جون، آقای زراعتی، من الان یه مشکلی باهات دارم و اونم اینه که یه گزارشی رو میز منه. درست. این گزارش مربوط میشه به کارشناس دادگستری. ماشین شما رو بررسی کردن. خودت که در جریان هستی. بله. ببین الان نظریه کارشناس میگه تو تاریخ 7 اردیبهشت بله. هیچ گونه خرابی تو سیستم کامپیوتر ماشین شما ثبت نشده. جالب شد. اصلا قرار نیست الزاماً توی سیستم کامپیوتری ماشین ثبت بشه. اتفاقاً ثبت میشه دیگه، خودت که میدونی این جور ماشینا، ماشینای مدل بالا تو کامپیوترشون خرابی رو ثبت میکنن، یعنی اعلام خرابی میکنن. این اتفاق تو ماشین شما نیفتاده. تعویض قطعه اتفاق افتاده ها. خب. تو ماشین شما تعویض قطعه اتفاق افتاده ولی اعلام خرابی نشده تو ماشین. کامپیوتر که الزامی نداره آقای قاضی اینو حتما اعلام بکنه قبلش یا اخطار بده به قول شما. شما خودتون دارید می قطعه عوض شده. منم میگم خودشون هم دارن میگن ماشین روشن نشده. نه. رفتیم دیدیم. نه نه ببین بابا جون، ببین بابا جون، بحث اینه که ما میگیم قطعه عوض شده. بله خیلی خوب، خدا پدرتو بیامرزه، ولی اعلام خرابی تو سیستم کامپیوتر ماشین نبوده. متوجه حرفم هستی؟ یعنی ماشین خراب نبوده، قطعه خود به خود عوض شده. آقای قاسم اولا که اصلا الزامی نداره که تو کامپیوتر ماشین ثبت بشه. دوما از کجا معلوم کامپیوتر ماشین دستکاری یعنی نکرده باشه؟ الان کمپانی سازنده ماشینم داره جالیمون نیست. ببین منو یک بار دیگه بدون اجازه من تو دادگاه من حرف بزنی جفتتون میندازم بیرون. ببخشید. به اندازه کافی امروز منو هرس دادید هر دو نفرتون. ببخشید. آقای قاضی ببینید، خرابی قطعه برای وقتی که مثلا ماشین آلارم بده بگه 20000 تای دیگه ماشین قراره دیگه راه نره، این قطعه ممکنه از کار بیفته. اینا اصلا ماشین رو بردن سریع قطعه رو دستکاری کردن، اصلا زمانی نداشته ماشین برای اینکه بخواد اختار بده. هست آقای قاضی. یعنی کی گفته این حرفو؟ کی میگه ماشین قراره 20000 تای دیگه راه بره؟ من کارم شما کارشناس اگه کارت اینه ما کارشناس داریم تو دادگستری. من در خدمت کارشناستونم. انقدر دقیق ماشین رو بررسی میکنن، مو رو از ماست میکشن بیرون. منم کاملا دقیق خدمت شما و کارشناستون اثبات میکنم. من فقط 10 میلیون تومان هزینه تو تعمیر کار دادم. تو نمیخواد اینو به من اثبات کنی؟ میخواین اصلا بگم تعمیر کار خود ماشین بیاد؟ حرف من نپر وقتی من دارم حرف میزنم. شما مگه نگفتیم از 3 ماه ماشینمو تکون ندادم؟ بله آقای قاضی. گفتی یا نگفتی؟ بله الانم میگم. خدا پدرت بیا مرزه. ماشینی که پمپ بنزین نداره. خیلی خوب باشه، محکم با من صحبت بکن. من در خدمتم جان. الانم میگم پمپ بنزین ماشین سوخته بود، اصلا تکونش نمیتونستم بدم. احسنت بهت. منتظر شدم تا قطعه از دبی برسه. چجوری میتونستم تکون بدم ماشینو؟ این برگه جریمه مالکیه. یه دفعه من نمیدونم این دزد از کجا پیدا شد، اومد کیفر روی ماشین برداشت و گازش گرفت در رو. آجا ما زیپ کیفو که وا کردیم دیدیم شناسنامه توشه. الان 6 ماهه که یه بچه به نام من خورده، من الان باید بفهمم. خب بقیه داستان چقدر از کارتش پول برداشتی؟ دین ده تومن دیگه دیدم راداد یه 3 تومنی کشیدم پس رو دادیم. من از این میسوزم که با پول ماشین این آقا که شیشه هاشم بوی اتکلوم میده میشه واسه کل دخترهای محل ما جایزیه خرید. بعد رفیقم هم به خاطر اینکه جایزیه خواهرش جور نشد عروسیشون به هم خورد. جفا عکس ماشین رو بذار روی صفحه. این برگه جریمه ملکیه. برگه چیه؟ الان تاریخش رو برات میخونم. ببین 23/4 جاده چالوس مگه ماشین نبوده؟ بوده یا نبوده؟ کدوم ماشین های قاضی؟ چی؟ کدوم ماشین؟ کدوم ماشین؟ ماشین شما.
پورش کاهن مگه مال شما نیست؟ عکس نگاه کن. دقیقاً خودشه. این ماشین مگه مال شما نیست؟ ببین شماره پلاکو بخون. شماره پلاکو بخون بابا جان. این همون ماشینه؟ خودش آقا. این تصویر از کجا رسیده دست شما؟ دوربین مداربسته نیروی انتظامی. راهنمایی و رانندگی. مثلا ماشین توی اون مدت تعمیرگاه خوابیده بوده. تعمیرکار هست میتونه شهادت بده. شبهه. ها؟ نه شما میتونید خود تعمیرکار رو اصلا بگید بیاد جلسه ندید. تعمیرکار چی کار دارم؟ بابا جان 6-5 ماشین تو اتوبان ستاری بوده. جریمه هم شدی. حد اکثر سرعت. تو میگه نمیگی ماشین تکون ندادم. ماشین خراب بوده. درسته؟ من ماشین تکون 29 ندادم. 29-4 مگه دیزین نبودی؟ خوش گذشت دیزین؟ آقا نه. برای چی میخندی؟ برای چی میخندی وقتی من دارم بازپرسی میکنم؟ ببخش. ها؟ ببخش عذرخواهی میکنم. مگه سیرکه اینجا؟ ببخش. درست میگین ببخش. من اگرم رفته باشم با این ماشین نرفتم آقای قاضی. من چند تا پورشه کاینه دیگه هم توی نمایشگاه دارم. اجازه میدی من با حرفات قانع نشم؟ آخه چی؟ من که میدونم ماشین توی تعمیرگاه بوده. من هم که میدونم نبوده. چیکار کنیم؟ اگه قراره که من خسارت نگیرم از اینا، خب شما جور بگید. من میگم چش خسارت نمیگیرم. اون 30 تومنم صدقه میدم. اصلا مسئله ای نیست. لاشه چکم باید برگردونی. من لاشه چکم برمیگردم. موردی نداره. اگه قراره که من چکو الان باید پس بدم. بله. شما مدعی شدی ماشینت خراب شده بوده که همچه اتفاقی نیفتاده. شواهد و مدارک هم نشون میده. دلیل قانع کننده ای هم براش نداری. چرا آقا تعمیرکار میگه قطعه عوض شده؟ خودت میگید. من به حرف شما کاری ندارم. من رأیم و طبق نظر کارشناس دادگستری میدم. گفتم بهت اینجا مور عماس میکشن بیرون. حالا با این کار با اینا این کارو کردی؟ با دیگران نکن. کار درستی نیست برادر من. انصاف نیست. لاشه چکو بهشون بر میگردونی. چیز دیگه ای هم که بینتون رد و بدل نشده دیگه؟ نه آقای مازی. کی فقط باید میتونیم ازشون بگیریم؟ همین الان میشه رفت گره؟ بله باید بریم انجام بدین دیگه. خیلی ممنون آقای مازی. مرسی. خواهش میکنم. الان من باید جایی رو امضا بکنم؟ خیر بفرمایید. پس میتونم برم دیگه؟ بله حتما. ما چی باید جایی امضا کنیم یا میتونیم بریم؟ خیر با شما کار دارم. در خدمتی. بفرم. ببین آقا جان یک نفسی خموش کن، در خمشی خروش کن. بله. مگه دوتا گوش نداری؟ بله. گوش کن. همینجوری تون تون حرف میزنی مگه میشه؟ آقای قاضی شما که دیدین رفتاری باز داری توجیه میکنی کن تو. بگو چشم. چشم. آفرین. چند سالته؟ 25. خدا پدرتو بیامرزه. 20 سال با هم اختلاف سنی داریم. بله. درسته؟ بله. گوش کن. چشم. باشه؟ چشم. بعدم هر وقت میخوای چیزی رو امضا کنی یه بار بخونش. آره باید دقیق تر بخونم دیگه. درست میگی. تقوا شماست. بریم دیگه. خیلی لطف کردین آقای قاضی. خیلی ممنون. متشکرم از شما. روزتون هم بخیر. خستم نباشی. باشه. جعفر، آسترکی رو بگو بیاد اتاق من کارش دارم.